سرخط خبرها بودزل رهبران گروه طالبان نسبت به رنج میلیون ها شهروند افغانستان بی‌تفاوتند. عمران خان اظهارات وزیران پاکستانی علیه طالبان افغان غیر مسئولانه است. و بالاخره انتظار میلیون ها افغان به پایان رسید. لحظه عطف در تاریخ افغانستان فرا رسید. معاون یونما میگوید که برخی از رهبران گروه طالبان پیامدهای وحشتناک تصمیم‌های پسین خود را درک نمی‌کنند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از افغانستان اینترنشنال، مارکوس پوزل معاون نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میگوید برخی از رهبران گروه طالبان با پیامدهای وحشتناک تصمیم‌های پسین درباره کار و آموزش زنان را درک نمی‌کنند یا نسبت به رنج میلیون‌ها شهروند عادی افغانستان بی‌تفاوت هستند. او هشدار داد که برخی رهبران گروه طالبان افغانستان را منزوی تر می کنند. پوزل در گفتگو با واشنگتن پست مشخص نکرده است که این بخشی از رهبری گروه طالبان چه کسانی هستند. یادآوری می کنیم که تصمیم های پسین گروه طالبان درباره بسته شدن دروازه های دانشگاه ها برای دختران و منع کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی با انتقادهای گسترده در سطح جهان روبرو شده است. در واکنش به این تصمیم، شمار زیادی از سازمان‌های امداد بین‌المللی کارشان را در افغانستان متوقف کردند. این سازمان‌ها اجرا دادند که تصمیم طالبان به جلوگیری از کار همکاران زن مؤسسه‌های کمک‌رسان بین‌المللی جان هزاران شهروند افغانستان را به خطر می‌اندازند. عمران خان اظهارات وزیران پاکستانی علیه طالبان افغان غیر مسئولانه است. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان میگوید که اظهارات وزیران پاکستانی علیه حکومت طالبان در افغانستان غیر مسئولانه است. نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر تحریک انصاف این کشور روز سه شنبه طی سخنرانی در نشست مجازی با محکومیت اظهارات اخیر مقامهای پاکستانی بر لزوم همکاری با حکومت طالبان در افغانستان تاکید کرده است. این سخنان آقای خان در حالی است که چند پیش رانا ثناءاللا وزیر امور داخلی پاکستان ادعا کرده بود که تحریک طالبان این کشور تی تی پی در خاک افغانستان پناهگاه دارند. او تاکید کرده بود که پاکستان میتواند به این پناهگاه ها در خاک افغانستان حمله کند. هفته گذشته بالاترین مجمع امنیتی و سیاست خارجی پاکستان در پیام سری به طالبان هشدار داد که اسلام آباد به همسایگانش اجازه نخواهد داد تا پناهگاه های برای تروریست ها فراهم کنند. این همه در حالی است که پس از ختم توافق آتش‌بس طالبان پاکستانی با دولت این کشور، حمله ها در پاکستان افزایش یافته و مقام های پاکستانی طالبان افغان را متهم به پناه دادن بر رهبران این گروه کرده است، اتهامی که طالبان همواره آن را رد کرده است. دیدار هیئت آمریکایی با نمایندگان شورای عالی مقاومت، جنگ با طالب گزینه دوم است. تیم از نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا با نمایندگان شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در ترکیه دیدار و گفتگو کردند. احسان نیرو سخنگوی حزب جنبش ملی با آماج میگوید که نمایندگان شورای مقاومت با هیئت آمریکایی روی گفتمان بزرگ ملی و چگونگی بیرون رفت از وضعیت موجود افغانستان گفتگو کردند. با گفته او این نشست پیامدهای مثبتی را در قبال خواهد داشت. آقای نیرو افزوده است که در نشست امروز در پیوند به مقاومت مسلحانه در برابر طالبان نیز صحبت شده است، اما به گفته او بیشتر روی گفتمان ملی تاکید شده و بحث جنگ گزینه دوم است. او گفت تاکید بیشتر روی این بود که مشکلهای افغانستان از طریق گفتگو حل شود. نام برده تصریح کرد اگر طالب رای گفتگو را قبول نکند، ما ناگزیر هستیم که از رای جنگ وضعیت افغانستان را تغییر بدهیم. با گفته او با تور دوستم محمد ناطقی، پسر عبدالرب رسول سیاف، نماینده حزب جمعیت و شمار از اعضای پیشین مجلس نمایندگان افغانستان که عضویت شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان را دارند، روی تغییر وضعیت در کشور با نمایندگان آمریکا گفتگو کردند. آقای نیرو افزوده که نمایندگان جمهوری خواه اطمینان دادند که جو بایدن را پاسخگو خواهند داد. او در ادامه گفت که قضیه افغانستان تنها مربوط به این کشور نیست و فراملی است و مشکلهایی است که دنیا سهم برازنده دارد. این در حالی است که مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا میگوید که طالبان در 20 سال گذشته تغییر نکرده و حتی خشونت بیشتر هم کردند. جان بولتون افزوده که تنها راه حمایت آمریکا از مقاومت در برابر طالبان است و باید به مردم اجازه داد تا با سرنوشت خود مسلط شوند. تبعیض ساختارمند یا آپارتاید جنسیتی، بسته شدن کارگاه‌های زنان آخرین امید را از آنان می‌گیرند.
دیوار مدیدیت های طالبان برای زنان با گذشت هر روز بلندتر می شود. پس از محرومیت از آموزش، تحصیل، تعلیق کار در نهادهای خصوصی و مؤسسه های داخلی و خارجی، اینک کارگاه های زنانه که یگانه کانون امید و ستون اقتصادی این قشر به شمار می رفت نیز بسته شده است. با بسته شدن کارگاه های زنان، روزنه های امید و حضور مندان آنان در اجتماع از بین رفته است. شمار از زنانی که در طی چند سال گذشته بعد تجارت‌های کوچک رو آورده بودند به این باورند که با اعمال محدودیت‌های دست و پاگیر طالبان علیه زنان از محور تبعیض ساختارمند فراتر رفته و مزداق بارز آپارتاید جنسیتی است و باید با سازوکارهای جانی به آن رسیدگی شود. به گفته زنان، بی‌توجهی در قبال این جنایت بزرگ بشری پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت که اثرات آن فراتر از افغانستان خواهد رفت و نظام بین‌المللی را تهدید خواهد کرد. این گروه پس از سقوط نظام جمهوری بر رغم خوشبینی های کاذبی که در مورد تغییر رویکرد آنان به میان آمده بود به سیاست های تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه ادامه دادند. این گروه در نخستین روزهای سلطه بر افغانستان دروازه های مکتب های دختران را برای دانش آموزان بالاتر از صنف ششم بستند و بعد از آن به طور مستمر سیاست های سرکوبگرانه و حذف‌گرایانه را علیه زنان اعمال کردند. طالبان روز سه شنبه دروازه های شمار از کارگاه های زنان را در شهر هرات بستند. شمار از این زنان در گفتگو با روزنامه اشت صبح تایید میکنند که این گروه برعلاوه بستن دروازه های کارگاه های مختلف تابلوهای آنان را نیز برداشت و آنان را تهدید کردند که حق بازگشایی مراکز را ندارند. این زنان و دختران خواستار بازگشایی کارگاه هایشان است و میگویند که این کارگاه ها تنها کانون امید و ستون اقتصادی خانواده های آنان است که پس از محدودیت های گسترده به آنان دلخوش کرده بودند و با بسته شدن آنها هم آرزوهایشان با خاک یکسان شده است. هما نام مستعار در صحبت با روزنامه اش صبح میگوید که پس از اعمال محدودیت های آموزشی و تحصیلی طالبان بر زنان تنها امیدش این کارگاه های زنانه بود که با تمام معنا از سوی زنان اداره و مدیریت میشد و همچنان همه دست اندرکاران آنها زنان بوده است. و می افزاید یکی از کارمندان کورس ظهور هستند. تعداد شاگرد های کورس ظهور 50 است. طالب ها آمدن کورس را بستن، نمی فهمم چرا بسته کردن. وضعیت اقتصادی ما خوب نیست، نیاز داریم کار کنیم و نان پیدا کنیم. در اینجا هیچ مرد حضور ندارد، تماما زنها و دختران هستند که نقاشی میکنند، انگلیسی میخوانند و خیاطی میاموزند تا بتوانند یک لقمه نان حلال پیدا کنند. مالک یکی از کارگاه های دیگر در هرات میگوید کارگاه ما را ساعت 11:30 بجه بسته کردند. نمیدانیم به چی دلیل بسته کردند. 50 الی 60 کارگر به داخل کارگاه داریم. لوگوی ما را هم کندند، برداشتند و دروازه را هم بر روی ما بند کردند. جزئیات این خبر تکمیل می شود. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما.